به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما فرهیختگان. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به آرسنیک. اما چرا آرسنیک؟ همه کاوشگران بدون استثنا به دنبال موفقیت هستند و زمان موفقیت دوستان گرامی به قدری اون حالت شور و شعف و شوق و ذوق دوستان گرامی باعث میشه که متاسفانه مشکلات عجیب و غریبی براشون پیش بیاد. این مشکلات عجیب و غریب رو دوستان گرامی همین آرسنیک یا زرنیخ باستانی به وجود میاره. اما چطور؟ یک مقدمه کوتاهی در مورد آرسنیک یا زرنیخ عرض کنم خدمتتون که آرسنیک یک کلمه باستانی هست و فرمول شیمیایی اون AS2O3 هست، یا سولفیت آرسنیک، یک ترکیب بسیار بسیار ارزان در باستان بدون بو و تقریبا با رنگ، حالا بیرنگ یا رنگ سفید، و بسیار ارزان و در دسترس. اما کارهایی که این آرسنیک میکرده چی بوده؟ معمولاً به دلیل ارزون بودن و در دسترس بودن آرسنیک، تمامی افرادی که اموالی رو داشتن و اون اموال رو به نوعی میومدن در مکانی پنهان میکردن. حالا اون مکان میتونه غار باشه، میتونه اشکفت باشه، میتونه هر جایی باشه، و یا حتی در تدفینها دوستان گرامی، افرادی که فوت میکردن و کنار متوفا اموالش رو قرار میدادن، بر روی اموال میومدن به صورت بسیار بسیار زیاد میومدن آرسنیک یا زرنیخ رو پراکنده می پاشیدند. اما به محض این که شخص کاوشگر این قبر رو بشکافه، اون آرسنیک از طریق مخاط چشم و بینی جذب میشه و باعث مرگ کاوشگر میشه. به محض قدم گذاشتن در برخی از غارهایی که تاکنون باز نشده دوستان گرامی، در اونجا آرسنیک با توجه به ارزان بودن و در دسترس بودن به وفور پیدا میشه و قدم گذاشتن شما در اون مکان بدون ماسک آلمانی فیلتردار باعث جذب اون آرسنیک از طریق مخاط بینی و چشم میشه و کبد شخص رو از کار میندازه، سیستم عصبی رو از کار میندازه و النهایه باعث مرگ میشه. اما بریم سراغ آرسنیک و خاکهای علک شده. ما وقتی خاک علک شده رو میبینیم، گل از گلمون میشکفه و میگیم این خاک علک شده است و دیگه تمومه. حالا اون خاک علک شده اگر در کف غار باشه آرسنیک فراوون داره، اگر اون خاک علک شده در یک راهرو یا تونلی باشه مملو از آرسنیک یا همون زرنیخ باستانی هست که به راحتی جذب عرض کردن مخاط چشم و بینی میشه و خیلی از اعضای بدن شما رو از کار میندازه و باعث بیماری های پوستی لاعلاج هم میشه. دوستان گرامی، من نمیتونم برخی از قسمت های بدنم رو نشون بدم. اگه اجازه بدید و ناراحت نشید، من یک قسمت از پام رو نشون میدم. ببینید، این قسمت از پای من دقیقاً 20 ماه تموم همین قسمت پا و این قسمت انگشت من
و این قسمت دست من 20-21 ماه تموم عفونت داشت. یعنی هیچ دارویی وجود نداشت که این عفونت رو جلوش رو بگیره و من چیزی حدود 2 سال پای من کفش رو ندید. میخوام بگم ببینید بعضی مواقع نداشتن یا همراه نداشتن یک ماسک آلمانی باعث میشه که 2 سال تموم دوستان عزیز من زجر بکشم. برای چی؟ برای اینکه من ماسک آلمانی منزل بود و همراه نبرده بودم. برای موفقیت دوستان گرامی یه سری مسائلی هست که میگن اگر یک کوه رو بخوای برداری باید اولین قدمت این باشه که یک شن رو برداری. ببینید اینها همه تمثیله. برای موفقیت بایستی دوستان عزیز تمامی موارد رو دونه بدونه روی یک ورق و یا یک دفتری بنویسید، مواردی که تهیه کردید تیک بزنید، اونایی که تهیه نکردید رو بعداً تهیه بکنید و تیک بزنید. تمامی موارد رو برای رفتن به یک جایگاه بایستی تهیه بکنید و همراهتون باشید. یه مطلبی میخوام عرض بکنم که معمولاً بسیاری از دوستان به نوعی مخالفت میکنن و یا به نوعی بنده رو متهم میکنن. اگر تمکن مالی ندارید به دنبال کاوشگری نباشید. ببینید بنده این وسیله رو معرفی کردم، یک دازینگ. این دازینگ رو دوستان عزیز به صورت اقساط دارم میدم به کاوشگران. برای چی؟ برای اینکه دستشون خالی نباشه. چرا؟ چون با دست خالی نمیشه عملاً کاری رو انجام داد. وقتی دستت خالی باشه در طبیعت، در مکان باستانی عملاً آچمزی، عملاً هیچ، همین در رو بیزمد اگه میبستی. اگر در محیط باستانی باشی دوستان گرامی و این وسیله بسیار جزئی همراهتون نباشه عملاً کاری انجام نمیتونید. اما دوستان همین وسیله زیر 8 میلیون تومان رو اقساط میدم ندارن، میگن شما که وضع مالیت خوبه این رو رایگان به ما بده. خیلی از دوستان میان عنوان میکنن که شما در رابطه با سنگ فعالیت داری، آنالیز رو رایگان انجام بده. اینجا مؤسسه خیریه نیست، نه بیزیستی نه کمیته امداد، و بنده همین اطلاعاتی که تقدیم حضورتون میکنم به همین کفایت میکنم. همین اطلاعاتی رو هم که تقدیم شما میکنم از هر 10,000 نفر 100 نفر لایک میفرست میکنید، از هر 10,000 نفر 10 نفر سابسکرایب میفرمایید. یعنی ببینید دوستان این دل سفره نیست، ما بحثمون چیز دیگه است. کشیده شد به اینجا، بذارید من این رو بگم. در رابطه با همین آرسنیک، در رابطه با همین موفقیت این کلیپ رو تقدیمتون کردم. فردا کامنت ها رو ببینید، میگن، سوال میکنن که وقتتون بخیر، عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم، آرسنیک یعنی چی؟ میگم کلیپ گذاشتم، برو کلیپ رو ببین. میگه من کلیپ رو پیدا نمی کنم. خب بالا سرچ کن. میگه نمیتونم سرچ بکنم. اگه میشه توضیح بدید. یعنی من نوعی هم بایستی کلیپ تهیه بکنم، هم بایستی مطالب همین کلیپ رو دونه دونه برای تک تک افراد تایپ بکنم و بفرستم. حالا اگر در این تایپ یک کلمه
مثلا من نامی رو برای یک شخصی نانی نوشته بودم. یک نانی نوشته بود 500 تا علامت تعجب، یک نانی نوشته بود 500 تا علامت سوال. این یعنی چی؟ ببینید ما داریم به کجا میریم؟ من نمیدونم. وقتی دوستی این کلیپ رو نمیبینه و در رابطه با مطالب همین کلیپ میاد سوال رو میپرسه و انتظار داره تمامی مطالب این کلیپ رو من واسش بفرستم، حال دیدن این کلیپ رو نداره، حال شنیدن این کلیپ رو نداره، این شخص چجوری من در تعجبم، به چه نحوی میتونه بره در دشت و بیابون بیل بزنه، کلنگ بزنه، پتک بزنه؟ واقعا من در عجبم از برخی از کارهای دوستان. امیدوارم که همه اینها مرتفع بشه، بیاین انرژی مثبت به هم دیگه بدیم و دست به دست هم دیگه بدیم، سطح دانش و آگاهی هم دیگه رو بالا ببریم. چرا؟ چون وقتی که سطح دانشمون بالا باشه، آگاهیمون بالا باشه، مطالعهمون بالا باشه، تعداد کتاب‌های باستانی که خوندیم، میخونیم، تاریخ، آیین تدفین، نمیدونم، تک تک موارد رو اگر بخونید، هر چقدر که بیشتر کتاب بخونید دوستان گرامی، کمتر کلنگتون رو به زمین خواهید کوبید و اگر کوبیدید نقطه آخرتون درسته. اما دوستانی که در دشت و کوه و بیابون شروع به حفاری میکنن، به هیچ عنوان آگاهی و اطلاعات رو ندارن. عزیز دیروز در مراسم تعزیه‌ای که حضور داشتم اومدن عکسی رو نشون دادن. خب میگم این چیه؟ میگه جوغنه. میگم اسکنت کجاست؟ میگه اسکنه چیه؟ میگم جوغنت دارم میبینم. میگم جوغنه در قبل از این که ببینم، میگم جوغنه در دیواره است یا در سطح؟ میگه سطح. دو جوغنه در سطح یعنی چی؟ جوغنه در دیواره یعنی چی؟ میگم کاسه سنگت اسکنه داره؟ میگه اسکنه یعنی چی؟ ببینید میخوام این رو عرض بکنم که سطح دانش ما بسیار پایینه، آگاهی ما بسیار پایینه. بنده حدود 1000 تا کلیپ تقدیم حضورتون کردم. اگر کلیپ ها رو ببینید، یک دایره المعارفی هست برای باستان شناسی، یک دایره المعارفی هست برای شمایی که کاوشگرید. اما از این 1000 تا کلیپ 5 تا کلیپ رو میبینید، این 5 تا کلیپ ابتدا، وسط و انتها. اون ابتدا رو که رد میکنید آگهی میاد، اونم رد میکنید آگهی میاد، میزنید بعدی. میخوام بگم با این روش نمیشه. افرادی رو من میشناسم که نمیگم همه این کار رو انجام بدید، اصلا توصیه نمی کنم. افرادی رو میشناسم که باور بفرمایید تمام مطالبی که بنده عرض کردم رو یادداشت کردن، نشستن، تایپ کردن و برای خودشون جزوه درست کردن، جزوه آچار 300 برگ پشت رو. تازه میگه خیلی از موارد رو ما اومدیم چه کار کردیم؟ اومدیم در آوردیم که این جزوه کوتاه‌تر بشه. میخوام عرض بکنم دوستان گرامی، مطالعه بکنید، مطالعه بکنید. من در شرایطی قرار گرفتم که اگر نمیرفتم برام بد میشد، میدونستم همچین مواردی هست و اینجای دستم متاسفانه عرض کردم زخم شد. دقیقا همین قسم کاملا هم مشخصه، نمیدونم تو فیلم دیده میشی یا نه، این قسمت، این انگشتم و قسمت بالای پاهام 21 ماه تموم عفونت داشت و این عفونتش با هیچ دارویی بهبود پیدا نمیکرد. همه اینها میتونه دو حالت داشته باشه: یک، ناآگاهی، دو، نداشتن وسیله. هر دوی اینها رو تو امان بایستی با هم دیگه داشته باشید، هم آگاه باشید، هم همه وسیله ها همراهتون باشه. اگر من مکانی میرم با خودم میگم، به دوستان میگم نردبون بردارید، نردبون از این ریلیا بردارید، میخندن.
یعنی این کیه؟ نردبون تو بیابون، نردبون میخواد چه کار بکنه؟ اما وقتی وارد غار میشی میبینی سقف غار خیلی بلنده و اون نردبون به کارت میاد، تازه اونجا میفهمن که بنده اگه عرض کردم نردبون همراه داشته باشید، موضوع یعنی به نوعی آینده نگری. وقتتون رو نمیگیرم، لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان گرامی. در اگر کاوشگر هستید، دازینگ یکی از مواردی هست که بسیار بسیار به کارتون میاد. بحث فروش دازینگ اصلا برام مهم نیست. فروش دازینگ دوستان گرامی مبلغی هم که نیست که من بخوام در رابطه با فروش دازینگ بخوام مانوری بدم، اصلا به حساب نمیاد. باور بفرمایید تبلیغات هم نیست، این یک واقعیتیه. هر کاوشگر باید یک دازینگ داشته باشه، هر کاوشگر بایستی آموزش دازینگ رو ببینه تا بتونه حتی اقلی ها رو در موفقیت داشته باشه. امضای خدا پای تمام آرزوهاتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. رضا ابراهیمی هستم. بدرود.